نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی زبان من و تو. نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، راه شب.
عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما هممیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهنابر زندگی می کنید. مهران کمالپور هستم از رستاخیز سیمرغ با بخش دهم قسمت پایانی کتاب آوازخوان رقص بردگان در دوم آذر ماه 2579 شاهنشاهی در پیشگاه یکایک شما هممیهنان عزیزم هستم. قبل از آغاز برنامه باید عرض کنم که کتاب آوازخوان رقص بردگان مجموعه سخنرانی ها و مقالات میر جعفر پیشوری تجزیه طلب پانترک بود و هست که با توجه به نگاه و پرسش هایی که بسیاری از عزیزان و هممیهنان داشتند ما شاهد این بودیم که هنوز شباهت پانهایی که امروز برای تکه و پاره کردن ایران عزیز ما توسط کشورهای متخاصم و دشمن ایران در حال تلاش هستند دارن فعالیت میکنن، چه مسلحانه چه ایدئولوژیکی، هنوز به بچه شباهتش با فعالیت‌های میر جعفر پیشه‌وری از 1323 تا 25 پی نبردن و شبهات بسیار زیادی براشون به وجود آورده. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کتاب امشب بخش پایانیش باشه. از مجموع 231 صفحه کتاب آوازخوان رقص بردگان با برنامه امشب 140 صفحه‌اش خونده شده و بقیه‌اش رو دوستان میتونن بخش PDF این کتاب من در کانال تلگرامی قرار خواهم داد و رستاخیز سیمرغ و کانال قصه راه شب. عزیزان میتونن برن مطالعه کنن، تحقیق و پژوهش کنن و شباهت‌های بسیار بسیار زیاد ایدئولوژی تجزیه ایران، تحریف تاریخ از 1323 و حتی قبل‌تر از اون تا به امروز رو بهش پی ببرن. بنابراین بریم سراغ بخش دهم، قسمت پایانی این کتاب. سخن آخر. در نهایت حکومت تهران ماهیت خودش را آشکار کرد. اینم عرض کنم دوستان قبل از ادامه، صحبت‌هایی که در طول این 10 برنامه از این کتاب شنیدید صحبت‌های یک تجزیه طلب و دشمن حکومت مرکزی در زمان رضا شاه بزرگ است و در زمان حکومت شاهان پهلوی، یعنی از زمان رضا شاه بزرگ ایشون کینه داشته تا 1323 بنیانگذار حزب دموکرات آذربایجان شده و زمینه رو فراهم کرده تا حزب دموکرات کردستان هم شکل بگیره و مسلحانه با حکومت شاهنشاهی به نبرد بپردازه. بنابراین از القاب و مطالبی که در این کتاب استفاده شده با توجه به اینکه به زبان آذری جمهوری اران نوشته شده، یعنی آذربایجان جعلی، و بعد ترجمه شده، شوکه نشید. این صحبت‌ها یک ایران ستیز، یک تجزیه طلب پانترک است و باید گوش کنید، ما
مقایسه کنید با صحبت‌های کسانی که امروز در مخصوصاً در شورای مدیریت گذار از پانترک‌ها، پانکورت‌ها، پان عرب‌ها و پان بلوچ‌ها در حال فعالیت هستند، شباهت 99% دارند این صحبت‌ها و اندیشه‌ها. بنابراین تعجب نکنید. در نهایت حکومت تهران ماهیت خودش را آشکار کرد. ما از اول هم فریب این حکومت را نخورده بودیم. ما می دانستیم مرتجعانی که سالها خون مردم ایران را مکیده بودند از هیچ چیز بیشتر از آزادی نمی ترسند. بنابراین مترصد فرصتی برای تهدید آزادی هستند. ما برای هر فداکاری و گذشتی آمادگی داشتیم. ما سعی می کردیم مرتجعانی که می‌خواستند آتش جنگ داخلی را روشن کنند بهانه‌ای نداشته باشند. ما می‌خواستیم در صلح آزادی را به سر تا سر ایران گسترش دهیم. ولی مرتجعان از اجرای نقشه‌های شومشان صرف نظر نکردند و در نهایت با رفتاری مغایر با وجدان دست خودشان را برای همه جهان رو کردند. به این هم کفایت نمی کنند و هرچه بیشتر رو می دهی آستر هم می خواهند. تلگراف از پس تلگراف چون بارانی می بارد و قوام فتنه‌کار که حرمت نان و نمک امپریالیسم را پاس می دارد، مردم من را تهدید می کند که نیروهای تأمینات را به آذربایجان خواهد فرستاد. این نیروهای تأمینات تنها از جهت حفظ منافع ارتجاع حافظ امنیت محسوب می شوند. امروز آقای قوام السلطنه که به رئیس کل و رئیس دولت مشهور شده و این عنوان آلت دست ارتجاع گشته است، باید بداند که ما با هیچ کس تعارف نخواهیم داشت. ما حرفهایمان را زده ایم. ما حاضر شدیم هر گذشت و اغمازی را انجام دهیم. اینک اما باید کسانی که به فکر فریب دادن ما بودند به اشتباه خودشان پی ببرند. ما از ترس ژاندارم و توپ و تفنگ آزادی را از دست نخواهیم داد. ما ژاندارم‌های تریاکی را از خیلی وقت می‌شناسیم. ما ماهیت ارتش ارتجاع را می‌دانیم. خلق آذربایجان همانطور که آزادی را به دست آورده از آن پاسداری خواهد کرد. اینک همه ما در راه دفاع از وطنمان برپا خواسته ایم و آماده شده ایم که تا آخرین قطره خونمان از وطنمان دفاع کنیم. هزاران تلگرافی که به اداره ما می آید، نفرتی را که مردممان نسبت به دولت ارتجاعی تهران دارند، به وضوح نشان می دهد. مردم ما، مرد و زن آمادگی خودشان را برای اعزام به جبهه اعلام می کنند. آنان در تلگراف‌هایشان از رهبر فرقه اجازه می‌خواهند که دشمنان آزادی را مجازات کنند. آنان منتظر دستور فرقه هستند، سوگند خوردند که این فرمان مقدس را اجرا کنند. مرتجعان آرزو دارند باز هم
با حیلگری و ترساندن مردم آذربایجان عمر نکبتبار خودشان را تداوم بخشند. ولی این بار خلق آذربایجان به دشمنان آزادی چنین امکانی نخواهد داد. این دفعه ما حسابمان را با کسانی که سالها آزادی مردم ایران را غصب کردند کاملا تسویه خواهیم کرد. بگذار هیئت حاکمه قاصبی که چون زالو خون مردم را می‌خورد با دست خود گور خودش را بکند. این بار تنها مسئله آزادی مردم آذربایجان در میان نیست، بلکه مسئله آزادی خلق‌های ایران مطرح است. دقیقاً این در 1325 هست که میر جعفر پیشوری شرایط رو مهیا میکنه برای رشد و بسط دادن قدرت در مناطق کردنشین و بنیان دوباره یه حزب دموکرات کردستان تروریست که مسلحانه شروع به جنگیدن با حکومت پادشاهی کرد. این بار تنها مسئله آزادی مردم آذربایجان در میان نیست، بلکه مسئله آزادی خلق‌های ایران مطرح است. این بار مردم ایران در همه جا خائنان را مجازات خواهند کرد. ما باز هم سخن آخرمان را می‌گوییم، حتی اگر همه ما کشته شویم آزادیمان را از دست نمی‌دهیم. اگر دشمن به ما حمله کند مردممان با سرنیزه، تو، تفنگ، بیل، کلنگ، پتک، شنکش، پارو، کاردک، سنگ و مشت پاسخ آنها را خواهند داد. حکومت تهران رجزخوانی نکند. مشعل آزادی که در آذربایجان می درخشد بیشک سرتاسر ایران را روشن خواهد کرد و مرتجعانی که در چند قدمی زوال و سقوط قرار دارند از اجرای نقشه هایی که کشیدند مایوس خواهند شد. آنان نمی توانند زمانی که نفرت خلق ما و همه مردم ایران آشکارا به جوش آمده، با افسوس اعلامیه و تلگراف نیتهای شوم خودشان را به اجرا درآورند. مردم ما آماده دفاع هستند. مردم ما از کشته شدن و کشتن نمی هراسند. مرتجعانی که گوشهایشان کر و چشمهایشان کور است باید یک بار برای همیشه ما را بشناسند. خلق آذربایجان گفته است که مرگ را می پذیریم ولی عقب نشینی را هرگز. این مطلب در روزنامه آذربایجان دوره دوم شماره 75 سه‌شنبه 12 آذر ماه 1325 به چاپ رسیده است. اما در بخش ضمیمه این کتاب شما نام افراد با تصاویری رو مشاهده می‌کنید که مرور کردن نام و رزومه فعالیت سیاسی این افراد پرده از روی سیاه همه این خائنان به ایران بر می‌داره. در بخش پایانی این قسمت که بخش قسمت پایانی کتاب آوازخوان و رقص بردگانم هست، این بخش رو برای شما میخونم دوستان، ببینید چه افرادی با چه فعالیت‌های سیاسی برای تجزیه بخش آذری زبان ایران تلاش کردند.
ما میخواستیم فقر نباشد. گفتگو با روح الله صفدری، حمیدرضا عسکری نژاد، هجیر پلاسچی. به نقل از پیش شماره دوم مطبوعه هفتگی موج بیداری، موج بیداری دوستان، در دیماه 1382. اشاره: روح الله صفدری یا آنگونی که رفقایش او را صدا می کنند، آقا روح الله زمانی که در 18 سالگی به حزب توده ایران پیوست، کارگر چاقوسازی بود و هنوز هم چاقوساز است. چاقوهایی می سازد از فولاد آبدیده و شاخ گبل، ولی کسی آنها را نمی خرد که بازار پر شده از چاقوی چینی ارزان. چاقوهای آقا روح الله فقط و فقط مشتریهای مخصوص خودش را دارد. او تقریبا تمام زندگیش را مبارزه کرده و سالهای طولانی در به در بوده و نیمه مخفی زندگی کرده است. حالا در آن مغازه کوچک چاقوسازی، این آتشها زیر خاکستر کوره هنوز روشن ماندند. آرو الله، شما فعالیت سیاسی را از چه زمانی شروع کرده اید؟ من از سال 1322 عضو حزب توده ایران شدم. فعالیت فرقه دموکرات تقریبا از اواخر سال 1323 یا اوایل 24 شروع شد و در کمیته تبریز حزب تصمیم گرفته شد که ما به فرقه دموکرات بپیوندیم و کلن کارت‌های حزب توده عوض شد. آن زمان من سن و سال کمی داشتم، 19 ساله بودم. مدتی در دفتر فرقه کار می‌کردم. 3 ماه هم در شهرداری در قسمت بلیت سینما و گمرک کار می‌کردم. دوستان دقت کنید، یه جوون 19 ساله‌ای که کارش چاقوسازی بوده، خب بیانگر این هستش که فاقد سواد و دانش و علم کافی برای مدیریت یا هر کار سیاسی هست. بعد این شده یکی از اعضای اصلی حزب دموکرات آذربایجان که می‌خواستن نه تنها بخش آذری زبان، بلکه ایرانو از دست حکومت پادشاهی مثلا به نیت خودشون آزاد کنن و نجات بدن کل ایران. و در نهایت در دوران پادشاهی اینها مخفیانه زندگی میکردن، اما دیگه چون الان خطر ندارن راحت نشسته در یک مغازه و مشغول کار. آن زمان من سن و سال کمی داشتم، 19 ساله بودم. مدتی در دفتر فرقه کار میکردم. 3 ماه هم در شهرداری در قسمت بلیت سینما و گمرک کار می‌کردم. با اینکه در فرقه سمتی نداشتم، با سران فرقه در تبریز به دلیل سابقه فعالیت مشترک رابطه نزدیکی داشتم. پیشوری، الهامی، صادق پادگان و غلام یحیی مرا می‌شناختند. یک مدرسه هم قرار بود بعد از 21 آذر تأسیس شود که افراد فعال بروند در آنجا و دوره نظامیگری ببینند و قرار بود که من هم بروم. دکتر نصرت الله جهانشاهلو که الان در آلمان است صدر فرقه دموکرات بود. احمد سفرچی عضو کمیته بود. سفرخان شکارچی بود. نظر منفرد که نقاش بود، بابازاده، یونس علیزاده، حسین بابایی که الان هم زنده است، ابراهیم فرجی عضو کمیته بود، ابوالفضل رؤوفی بود که بعداً پاهایش را بریدند و مدتی شهردار بود، محسن خان وزیری بود که کشتنش، هادی خان وزیری بود که اینها عضو کمیته اصلی بودند. از اینجا که ما رفتیم در خلخال عده از عشایر شورش کرده بودند. به این گفتند برو سرکوبشان کن. منظورش به رؤوفیه. به این گفتند برو سرکوبشان کن که شکست خورده و فرار کرد و تا سال 32 که به نام اوستا عباس بنایی میکرد بازداشت نشد.
پس از 32 در تبریز با 17 قبض اسلحه بازداشت شد و سر خم نکرد. پیش از انقلاب که آمده بود زنجان به شوهر خواهرش آقای مهندسی گفته بود که بیایید دنبال من. آمد گفت رفیق رؤوفی اومده میگوید فلانی بیاید ببینمش. آنجا تعریف کرد که در دوره شاپور بختیار که مرا گرفتند با غلطک پشت بام زدن یک پایم را از زانو شکستن. پس از چند روز من در بیمارستان به هوش آمدم. یواش یواش پایم سیاه شد. بعد از 4 سال آن یکی را هم شکستن. تقریبا بعد از 10 سال آزادش کردند که رفته بود رومانی و پاهایش را از ته بریده بودند. یک بار هم بعدها در اصفهان بازداشت شد که 2 سال در زندان بود. از زنها کسی فعال نبود؟ بودند، اما در زنجان زنها خیلی کم بودند. خانم حکیمه بلوری بود، خانمهای دارابی بودند، مهین و آزاده که الان آمریکاست. یک دم از زنان کارگران راهن، نرگس خانم و چند نفر دیگر بودند. خانم بلوری خیلی فعال بود و دل می سوزند. خانم آزاده هم فعال بود. در حال فقط یک عده در حوزه بودند. فرقه چه زمانی حکومت را در زنجان به دست گرفت؟ فرقه دموکرات در 17 آبان 1324 حکومت را به دست گرفت. در اینجا همه ادارات، شهربانی، ژاندارمری و فرمانداری را به دست گرفتند. حکومت اوایل آنقدر ضعیف بود که برای روشن کردن بخاری هیزم نبود. هیزم را ما نسیه گرفتیم. قابل توجه کسانی که هنوز پان هستند، پان ترکا، پان کردها و ادعای جدایی طلبی دارند که انقدر هی در بوق و کرنا میکنن که مناطق ما سرشار از سرمایه است، در طول 42 سال جمهوری اسلامی آخوندی که همه رو غارت کرده هیچ، مطمئنن به دوره قبل از قاجار ما برگشتیم و با این شرایط نگاه کنید که به چه روزی افتادن. حکومت اوایل آنقدر ضعیف بود که برای روشن کردن بخاری هیزم نبود. هیزم را ما نسیه گرفتیم. ما در فرمانداری بودیم، بعد آمدیم به خانه ذوالفقاری ها که فرار کرده بودند. در وضعیت بسیار بدی به سر می بردیم. کسی هم پول نداشت. صحبت حقوق هم نبود. البته یک مدتی که گذشت از تبریز یک پول بسیار جزئی آمد که با آن در مهمانخانه استانبول نهار و شام می دادند. بعد از 2 ماه ذوالفقاری ها جنگ اولشان را آغاز کردند. نیرو هم که نبود در برابر اینها بایستد، روسا را غارت می‌کردند. بعداً از تبریز و میانه غلام یحیی تعدادی فدایی آورد و در مقابل ذوالفقاری‌ها ایستادند که نتوانند پیشروی کنند و دوباره به زنجان بیایند. بعداً گمرک‌خانه گذاشتند. دهاتی‌ها که از بیابان بار می‌آوردند، از آنها 2 قران پول گمرک می‌گرفتند. با اینها و نیز حق عضویت اعضا که هر کس به اندازه وسعش پرداخت می‌کرد، مخارج تأمین می‌شد. حکومت که پا گرفت، آبادانی را شروع کرد. یعنی آن روز که زنجان را گرفتیم، نان 4 قران بود و حکومت گفت که باید 2 قران بفروشید. قیمت‌ها را بسیار پایین آوردند. گفتند از آستارا تا قروه هر کسی بتواند تجارت کند آزاد است، اما اگر آنورتر رود و اگر گرفته شود پس داده نخواهد شد. تا عید که شدت جنگ کمتر شد. در عید آسفالت خیابان پهلوی امام امروزی را شروع کردیم. جای همین بانک ملی یک سینما در حد سینماهای تهران درست کردیم. در این حال پولی برای پرداخت به فدایی ها نداشتیم. تا عید همه کجدار و مریض گذران کردند. عید به هر یکشان
یک تن گندم دادن، 30 کیلو شکر، 40 گز پارچه. این شد حقوق آنها. سربازخانه هم در عد تشکیل شد. یک عده افسران که از تهران فرار کرده بودند و یک عده از بچه ها هم 4 ماه در تبریز دوره دیدند و سربازخانه تشکیل شد. فدایارا یواش یواش در اداره ها و اینور و اونور پخش کردند تا ارتش را قوی کنند. همه چیز دقیق شد. حقوق ها از نو تکمیل شد. به هر کس به اندازه خودش حقوق می دادند. حقوق رعوفی 40 تومان بود که 4 تومانش را برای گداخانه می گرفتند. 2 تومان حق عضویت و 4 تومان هم بلیت سینما می دادند که پول نداشت سیگار بخرد. برای آن آدم هایی که در انقلاب شرکت کرده بودند، تقریبا 1 ماه بعد از عید از تبریز مدالی آمد که رویش نوشته شده بود 21 آذر. به یک عده از اعضای شهربانی هم درجه دادند. اهداف فرقه دموکرات چه بود؟ روستایی ها و کارگرها در رنج بودند. در عین حال حزب توده هم که نمی توانست انقلاب کند. حزب مبارزه پارلمانی می کرد. اما فرقه دموکرات می توانست انقلاب مسلحانه کند. در کل ایجاد حکومت خلقی بود و حمایت از دهقانها و کارگرها. به همین دلیل تا عید همه زمینها را تقسیم کردند. ولی عده‌ای از خانها هم با فرقه همکاری می کردند. بله، اشرف همایونی، زیایی ها، برهان السلطنه، وزیری ها از رهبران فرقه بودند. فرقه هم زمین های مخالفین را تقسیم می کرد. با اینها هم فعلا کاری نداشت. فرقه چرا زمین های اینها را تقسیم می کرد؟ چون اینها خودشان در فرقه بودند و نمی توانستند مانند سابق از مردم بهره کشی کنند. یعنی فرقه در این مورد تبعیض قائل می شد؟ نخیر، اگر آنها برمی گشتند کاری به کارشان نداشتیم. حتی فرقه این را اعلام کرد و چند نفر از برادران ذوالفقاری مثل حمید خان هم داشتند برمی گشتند. خب ببینید، شما برای دفاع از حقوق دهقانها قیام کرده بودید، ولی زمین های خانهایی را که به با فرقه هم کاری می کردن تقسیم نمی کردید. چون اینها زمین را به نوعی اداره می کردند که به روستاییان هیچ ظلمی نشود. می گفتند گندم می خواهید بیایید بدهید. زمین را هر چقدر می خواهید بکارید. یعنی مالکیت این خانها اسمن بود ولی رسمن در دست روستایی ها قرار داشت؟ بله، حتی اگر ذوالفقاری ها هم می آمدند با املاک آنها هم فعلا کاری نداشتیم. آرولا فرق در زنجان چند نفر را اعدام کرد؟ فرق در زنجان 10 نفر را اعدام کرد. یکی دادستان بود به نام مهدی قلی شاهروخی که فرقچی ها را زیاد اذیت و آزار می کرد. یکی ادوارد دندانساز بود که برای ذوالفقاری ها اسلحه تهیه می کرد و خودش هم آنگونه که می گویند جاسوس انگلیس بوده است. دیگری علی اکبر خان توفیقی بود که الان مجسمه‌اش را گذاشتن جلوی شهرداری. یکی هم حسین قلی بود که کدخدای ذوالفقاری ها در چیار بود و خیلی آدم ظالمی بود. این اعدامی ها سری اول بودند. 4 نفر در جبهه دستگیر شدند که زنجانی بودند به نام های اصغر، سید علی اکبر، حمید و حبیب. 2 نفر دوست هم بودند. یکی ابی پسر حاج خیرعلی که در محله دباغ‌ها پدر مردم را درآورده بود و آدم قلدری هم بود. یکی هم مهدی پسر مولان که اول کارگر چاقوسازی بود و بعداً دزد قهاری شد. اینها را گرفتند بردن زندان. گفتم ما به شما کار می‌دهیم. یک عده گفتند ما کار می‌کنیم، اما این 2 نفر قبول نکردند و گفتند یا باید دولت هر ماه به ما 120 تومان حقوق بدهد یا ما دزدی میکنیم. جواب شنیدند
حکومت ملی به کسی باج نمی‌دهد. اینها آوردند در سبز میدان و دارشان زدند. فرقه توفیقی را چرا اعدام کرد؟ او قبلاً از روسیه هنگام تشکیل حکومت بلشویکی پول گرفته بود. آمده بود اینجا تشکیلات راه بیندازد. اما با پولها برای خودش ده خریده بود. خودش هم شدید مخالف فرقه بود. مثلا موقع جنگ برای ذوالفقاریا پول جمع میکرد و برایشان میفرستاد. همیشه هم در اطراف حکومت چرخ میزد. سالها در انجمن شهر بود و یک مدتی هم شهردار شده بود. خب تصمیمات فرقه را چه کسانی می گرفتند؟ در تبریز کمیته مرکزی به صورت شورایی تصمیم می گرفت. البته در مسائل داخلی شهرها کمیته های ایالتی تصمیم می گرفتند. ولی برای کارهایی که جنبه ملی داشت در تبریز تصمیم گیری می شد و می فرستادند. رهبران فرقه در زنجان چه کسانی بودند؟ صدر فرقه در زنجان همانطور که گفتم دکتر جهانشاهلو بود. رهبری فداییان با سرهنگ مرتضوی از افسران فراری مشهد بود و سرهنگ قاضی هم در ارتش بود. زلفلی قلیزاده در زنجان چه سمتی داشت؟ یک زمان این را موقتاً رئیس شهربانی کردند چون سواد نداشت و به همین دلیل بعد از مدتی خسروخان دارایی را جایگزینش کردند. زلفلی هم چون شغلش را گرفتن قهر کرد و از فرقه جدا شد و رفت مشغول همان گاریچیگری شد. فرقه در زنجان روزنامه هم منتشر میکرد. دوستان این بخش رو من دارم عمدن میخونم براتون. این پرسش و پاسخ ها و مخصوصا بخش پاسخ ها بسیار بسیار حساس و کدهای بسیار زیادی درونش نهفته شده که اگر با دقت گوش کنید متوجه میشید داستانو. فرقه در زنجان روزنامه هم منتشر میکرد. بله، روزنامه آذر را سعید خان وزیری منتشر میکرد که بعدها از ابهد یک دوره نماینده مجلس شد و الان حقوق نمایندگی را دارند از او پس میگیرند. آقا رولا، مردم از فرقه حمایت میکردند. یک عده آدم های روشنفکر حمایت میکردند. یک سیاهی لشکر هم با فرقه بد بودند. مثلا اگر از مخالفین بپرسید میگویند که اینها غارت میکردند. چیزی نبود که غارت کنند. خانه چه کسی را غارت میکردند؟ از کجا چیزی بردند؟ اتفاقا کارگر که کار میکرد 15 ماه پولش را میدادند. میگفتند شاید نتوانست از کسی قرض کند. اول صحبت‌هایتان گفتید که حکومت ضعیف بود. علت این ضعف چه بود؟ شما بی برنامه عمل کرده بودید؟ ببینید، در زنجان خیلی زود انقلاب شد. یعنی اول درمیانه بود، بعد زنجان، بعد سراب و بعد از 7-8 روز در تبریز. روزی که ما اینجا را گرفتیم، انگار همین الان به من یک اسلحه داده باشند. نه در جیبمان پولی بود، نه چیزی داشتیم برای فروختن و نه کارخانه‌ای بود. آدمای انقلابی هم که از تجار نبودند، اکثرا کارگرها و دهقانها بودند. اما تا 21 آذر آنقدر حکومت تکمیل شده بود که فرقه در تبریز خودش پول چاپ کرده بود و به ازای هر یک تومان پول فرقه می توانست 11 گرم خرید کند. فرقه تا کی در زنجان حکومت کرد؟ تا زمانی که ارتش آمد به زنجان، جماعت فرار کردند به میانه. در آنجا کمی مقاومت کردیم، اما ارتش هواپیما داشت. از آنجا رفتیم تبریز تا 21 آذر که حکومت فرقه
در تبریز هم سرنگون شد. شخصی ها ریختن خانه ها را غارت کردند، آدم ها را کشتند، جنایت های زیادی اتفاق افتاد. یک عده مثلا پیشه‌وری و غلام یحیی به شوروی رفتند. یک عده هم کشته شدند. مثلا فریدون ابراهیمی که دادستان کل بود و صادق انصاری را که ماژور بود به دار کشیدند. سرهنگ مرتضوی و سرهنگ قاضی را هم با گلوله زدند. آدم های بسیاری از بین رفتند. مردم دچار فقر و فلاکت شدند. گرسنه ماندند. خانواده هایشان پراکنده شد. بچه ها مردند. عمر انقلاب با فجایع بسیاری به سر آمد. جماعت باز هم فرار کردند. رفتند تهران و اینور اونور. یک عده زندانی شدند. مثل سفر قهرمانی که بیچاره 32 سال زندانی کشید. گرچه سمت بسیار مهمی نداشت، اما روی حرفش ایستاد. دکتر جاوید و یک عده دیگر را هم مدتی زندانی کردند. در کل اکثر آنهایی که آدمهای با وجهی بودند را قلع و قمع کردند و کشتند. آقا روح‌الله، فکر میکنید چرا حکومت فرقه فقط یک سال دوام داشت؟ در ایران سابقه انقلاب بسیار کم بود. این در واقع اولین انقلاب کاملا مردمی بود که سعی میکرد مالکیت را از بین ببرد. آدمها 8 ساعت کار کنند، ظلم و ستم نباشد، فقر نباشد، دزدی نباشد. آنقدر دقیق بود که یک نفر یک چوب را هم نمیتوانست جابجا کند. الان میگویند غارت میکردند، در حالی که رئیس ما آقای رؤوفی همانطور که گفتم پول نداشت سیگار بخرد، با اینکه آدم بسیار فعالی بود. در این حال آنهایی هم که این حکومت را حمایت میکردند در واقع به خاطر منافع خودشان از این حکومت حمایت میکردند. دقیقاً حکومت فرقه از کجا حمایت میشد؟ اگر اصل حکایت را بخواهی، این را از آذربایجان شوروی حمایت میکردند. یک بار دیگه تکرار میکنم اینجا رو که ببینید چقدر شباهت با اتفاقات امروز در بین پانترکا داره. اگر اصل حکایت را بخواهی، این را از آذربایجان شوروی حمایت می‌کردند. آنها عقیده‌شان بر این بود که به وسیله حکومت فرقه جلوی پیشروی آمریکایی‌ها را بگیرند تا آنها خودشان را جمع جور کنند و آمریکا نتواند نفت‌های قفقاز را اشغال کند. بالاخره در اینجا حکومت ضعیف شده بود. تازه جنگ تمام شده بود. 45 میلیون تلفات داده بودند. دولت ایران هم با آنها مذاکره کرد و قول داد که اگر دست بردارند ارتش را به آذربایجان نفرستد. شوروی ها هم تازه یک جنگ 4-5 ساله را از سر گذرانده بودند و دیدند نمی توانند باز هم درگیر شوند. یک دفعه گفتند در عرض 3 روز فرار کنید. آنها که رفتنی بودند رفتند. آنها هم که رفتنی نبودند دوچار بلا شدند. البته حمایت آنها هم حمایت مستقیم نبود. حتی در آنجا عده‌ای هم مخالف بودند و می‌گفتند در آذربایجان وقت انقلاب نیست. پس به نظر شما فرقه هیچ ضعفی نداشت؟ ضعف که بود، اما سعی می کردند رفعش کنند. مثلا یک عده آدم های سوء استفاده‌گر بودند که به مرور زمان تصفیه می شدند. فرقه یک روزنامه دیواری منتشر می کرد که هر هفته از رئیس تا پیش خدمت و جاروکش هر کس خوب بود یا بد بود آنجا می نوشت.
نقاشیش را هم می کشیدن. از ترس این روزنامه دیواری هیچ کس نمی توانست خطا کند. یک نقدلی توکلی بود که مهمانخانه داشت، اونم تو راهن. زمانی بود که دکتر جهانشاهلو به تبریز رفته بود و رئوفی موقتاً صدر کمیته بود. بچه‌ها در مقابل مهمانخانه آنجا نان می‌فروختند. این یکیشان را هول داده بود، نانهایش را زمین ریخته بود. هفته بعد نقاشی نقدلی را کشیده بودند و نانهای روی زمین و بچه‌ای که افتاده بود آمده بود و داد می‌زد. بابا چرا مرا اینطور بیابرو میکنید؟ رئوفی میگفت رفیق نقدلی، این عملت هست. در این حال من خودم در حوزه از رئوفی انتقاد میکردم که رفیق این کار را چرا انجام دادی؟ مثل حالا نبود که از هیچ کس نشود انتقاد کرد. انتقاد آزاد بود. از ترس این انتقادها همه سعی میکردند کارشان را درست انجام دهند. خب این حق انتقاد برای مخالفان هم بود؟ مخالفان ما به جای انتقاد شورش می کردند. در ضمن حکومت هم یک حکومت حقی بود. ذوالفقاری ها چقدر در شکست شما نقش داشتند؟ ذوالفقاری ها اولش اصلا نتوانستند مقاومت کنند. آنها در جنگ های اول شکست خوردند و به همدان و بیجار فرار کردند. و این آخر هم اگر حکومت مرکزی حمله نمی کرد، عشایر و مخالفین نمی توانستند کاری کنند. ما که شکست خوردیم، ذوالفقاری ها زودتر از ارتش به زنجان آمدند. در میان مردم را غارت کردند، کشتند و به جان و مالشان تجاوز کردند. بعد از سقوط فرقه شما چه کردید؟ مصیبت ما زیاد بود. ما از اینجا تا میانه پیاده رفتیم. یک عده‌ای هم به اندازه 14 واگن به سرهنگ بوساقی نامی که با ارتش آمده بود زنجان 17000 تومانی که فرقه داشت را رشوه دادند و با واگن رفتند. از جمله حکیمه بلوری و شوهرش محمد باقر قنبری. من از میانه به تبریز رفتم. در تبریز یه جایی تعیین شده بود که اونجا میموندم. حدود 400 نفر بودیم که قرار شد ما را به بدرآباد تبعید کنند. بیشتر این تعداد هم زن و بچه بودند. تا 3 ماه در تبریز در شرایطی خیلی بد موندیم. در آنجا یک حاج محمد حسین وطنی بود که هر روز برای همه چای و نفری 2 نان سنگک می آورد. بعدن تهدیدش کردند که چون با متجاسرین همکاری میکنی دکانت را داغان میکنی. بچه های کوچک که زیاد هم بودند از گرسنگی میمردند. خلاصه وضع امان خیلی بد بود. آقا رولا، بدرآباد کدام طرف است؟ بدرآباد از همدان آنورتر است. یک پادگان نظامی بود که بنا بود ما را ببرند آنجا که من با یک بند و بستی فرار کردم. ماجرا این بود که مادرم اومد من را برد شهربانی. یه سرهنگ بود در شهربانی که مادرم فوشش داد و گفت یک بچه 12 ساله مگر چه کرده است؟ ما مهمان بودیم اینجا. سرهنگ گفت هر جایی که مهمان بودید بروید یه کاغذ بیاورید ما خلاصش کنیم. پاسبانی به نام حیدری نامه نوشت که اینها در خانه ما مهمان بودند. ما رفتیم یک عکس انداختیم، برایم گذرنامه صادر کردند و آمدم زنجان. روز بعد زنجان ماندم و بعد به تهران رفتم. در زنجان فرقه که سقوط کرد چند نفر از فرقه چیها را کشتند؟ ما فرار کردیم ولی بعدن شنیدیم که 2-3 نفری را گویا کشتند. یکی علی کچل بود که با چاقو کشته بودنش. چند نفری را دار زدند. شیخ محمد خویی بود که با ما همکاری میکرد. در ضمن گویا دعوای ملک هم با ذوالفقاری ها داشت. ذوالفقاری به محض ورود به زنجان گفتند او را از طبقه دوم محضرش به پایین پرت کنند. اما خانه های بسیاری غارت شد. از زنجان چه کسانی به شوروی رفتند؟
افراد زیادی رفتند، اما از رهبران دکتر جهان شاهلو و غلام حسین خان اوسانلو رفتند. در واقع هر کسی نزدیک مرز بود فرار کرد. یک عده دستگیر شدند، یک عده هم نتوانستند بروند. شما چرا نرفتید؟ یه ارمنی بود به نام وارتانیان که زنجانی هم نبود. این معاون فرقه بود. بعدها سرگرد و رئیس پلیس راهن شده بود. من در تبریز رفیقی داشتم در کمیته مرکزی که زنگ زد و گفت فوراً بیا پیش من. من داشتم میرفتم، دیدم این آمد و گفت فردا ارتش میآید. من خودم دیدم دکتر الهامی هم رفت. تا ما برسیم به کمیته مرکزی حکومت نظامی شد. نگو که دارن میروند. رفتیم یه گوشه نشستیم. 3-4 نفر از بچه ها هم آمدن. این یواشکی پا شد به بهانه حیات رفتن فرار کرد. من موندم. آن موقع هم حکومت نظامی شده بود. هر کسی میخواست برود رفته بود. ما هم بیخبر بودیم. بعد از اینکه فرق شکست خورد و شما به تهران رفتید، باز هم به فعالیتتان ادامه دادید؟ بله. من سال 1325 به تهران رفتم. کلوب های حزب توده فعال بود. تا ترور شاه در سال 27 در کلوب ها فعالیت می کردم. بعد هم مخفی بودم تا سال 32 و زمان مصدق. بعد از کودتا فرار کردم و در مرز روسیه بازداشت شدم. کلن این شخص اصلا همه جوره پروندهش رنگیه. بعد از انقلاب 57 چطور؟ نه خیر، رفقا اومدن. گفتم دیگر کار من نیست. عباس علی بحری آمد دنبالم. گفتم من نمیام. هر وقت امور را به دست گرفتید یه تفنگ بدهید به من. بگوید بیست اینجا، نذار کسی تو بیاد. من 2-3 بار سرگردان شدم. یه بار 7 سال فراری بودم. بعد از 28 مرداد فراری شدم. من مخالف شما نیستم. وقتی امور را به دست گرفتید بگویید اینجا را جارو کن. من جارو میکنم. اما بگویید فعالیت کن. من نیستم. حالا دیگر نوبت شماست. خب دوستان عزیز، به پایان بخش دهم و پایانی کتاب آوازخوان و رقص بردگان رسیدیم. برای دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن عرض کنم این کتاب در بخش پایانی به ناگاه تمام میشه و قطعا پرسش و پاسخ هایی که با این شخص شده در پایان کتاب ادامه داره، ولی در این کتاب به چاپ نرسیده. امیدوارم دوستان بتونن از کانال تلگرام قصه راه شب و رستاخیز سیمرغ PDF این کتاب رو بگیرن و کامل بخونن. قطعا با اساسنامه، مرامنامه، نگرش ها، ایدئولوژی پان ها که امروز در حال تلاش برای تکه و پاره کردن ایران هستند، مقایسه کنید و ببینید شباهت هاش کجاست و این کینه و دشمنی این افراد از کجا با خاک ایران، با تمامیت ارضی ایران شکل گرفته. تحریف تاریخ در طول حداقل بیش از یک قرن اخیر در کشورمون باعث این شده بسیاری از افراد، مخصوصا عوامی که سطح مطالعه پایین و سطح تحقیقات و پژوهش پایینی دارند، فریب افکار ضد ایرانی و ایران ستیزانه رو بخورن و در مسیر تحرکات دشمنان ایران مانند افکار اسرائیل بزرگ که میخواد در منطقه خاورمیانه شکل بگیره حرکت کنن. امیدوار هستم تمام عمیانانی که این 10 قسمت رو گوش کردن فایل PDF این کتاب رو به صورت کامل بخونن تا با بسیاری از واقعیات روبرو بشن. از اینکه با ما همراه بودید، از یکایی که شما عزیزان سپاسگزارم. بهترین ها رو از صمیم قلبم براتون آرزو دارم. تا برنامه بعدی که کتاب یکی دیگر از کتابهای شاپور بختیار رو خواهم خوند،
37 روز بعد از 37 سال. امیدوارم بهترین ها در انتظار شما باشه. پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد. پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاویدا تنها کلام من است و ایران تنها سرای من است. تا درودی دیگر، بدرود. خنده با لذت لب دنیا رو پیمود، واژه با وسواس پی معنای خود بود، لحظه بی تکرار که ولی رفته از دست، از سر بی خوابی دل به امکان خود بست، خونه با ما آمیخت، گریه پوسید، نور خورشید آرام سایه رو بوسید، غیر از اینها اینجا خبری نیست، مثل هر روز اما جای تو خالی، خالی بی پایان، صورت تازه توست، هر شب و روز اینجاست، فکر آغازی از نوست، یک شب از این شب ها یا که یک روز زیبا، گذر عمر شاید بشه آهسته از ما، خونه با ما آمیخت، گریه پوسید، نور خورشید آرام سایه رو بوسید، غیر از اینا اینجا خبری نیست، هر روز جای تو خالی. خالی بی پایان، صورت تازه توست، هر شب و روز اینجا، بی‌خوابی دل به امکان